به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، غبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، اونکارها، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، اونهایی که تشتک رو شونشونه و کلاه رو سرشونه، سرداران سپاه، همشون دوره سنسیر فرانسه و دانشگاه جنگ روسیه رو دیدن، ازشون خیلی خوبه. یه مرد چاوکش رو آوردن گذاشتن اونجا، نمیفهمن که به من چه، من قرار قاطی سیاست نشم، من فقط دزدار رو معرفی کنم، از رهبر تا اون جغل طلبه 15 ساله، وسط اینا حجت الاسلام، آیت الله، اکبر دزده، آیت الله مورچه، آیت الله اینوری، آیت الله اونوری، عمامه در عمامه، ریش در ریش، سه تا طبیله اسلامی خبرگان، تشخیص و شوربا، شوربای اسلامی چی میشه؟ سه قوه مقننه، مجریه، قضاییه، دزد 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 دزد. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. حکومت دینی، دینی که بر مبنای دزدی و غارت و چپاول پای گذاری شده، تش بعضی نمیشه. دیروز براتون گفتم حضرت در موقع مرگشون 63 سالگی که بعضیا میگن یک زن یهودی انتقامشو گرفت و قضایی داد به حضرت و دوتا دوستاش، اون دوتا دوستا جا به جا مردن، حضرت هم بعد از مدت کوتاهی سم بالاخره از پادرشو برد. اینا رو میگن، من نمیدونم، شاید هم عمرش، ولی در حجة الوداع حضرت مریض بود، زیاد حال نداشت، کاراش تموم شده بود، سر تا سر عربستان رو قبضه کرده بود، پادشاه بی تاج و تخت عربستان بود، هیچ چیزی بدون اجازه محمد رسول الله در عربستان حق حرکت نداشت و یکی از سرداران زیبارو پسر زید رو فرستاده بود که بره به طرف شام سرداری، که ابو بکر بعدش همون کار کرد و اون رفت و نیمه کاره وقتی دید که محمد مرده برگشت، ببخشید محمد وفات پیدا کردن برگشت، نتیجهش دزدانیست که حکومت اسلام نوب محمدی رو بایستی سرپا نگه دارند، چون این تنها وسیله ارتزاق از راه دزدی، دزدی با اجازه الله، با فتوای الله، در دین اسلام قرآن یه جاشو میخونی میگه که قمار و مشروب، خمر و میسر، عملی شیطانی، اجتناب کنید. یه جاشو میخونی آیه 67 سوره نحل، خدا بندگانشو وعده میده به مایه‌ای که درست میکنند که مستی میآورد، از عصاره انگور و خرما، اونو گفته برای آخوندا که عرقشونو بخورن، اینو گفته برای مردم دیگه که نخورن و آخوندا بتونن حد بزنن.
برای ربا حرمه اومده، اما در جای دیگه میگه ربا رو اونقدر نگیرید که از اصل پول بیشتر بشه. یعنی اگر شما 1,000,000 تومان به کسی که قرض دادی، نگو باید 1,010,000 تومان به من بهره بدی، ولی میتونی بگی 500,000 تومان به من بهره بده. اینا رو اگه خواستین همه آیه های قرآن دارم. من دیروز یه خوده از روی داستان ها و قصص قرآن براتون خوندم، راجع به همه این چیزها توش هست و همه اینا با اجازه این اللهیه که اون بالا طبقه چهارم تو عرش، عرشی که میدونین کجاست، دیروز وسطتون نشونیشو دادم، همتون یاد گرفتین عرشو. الله تو عرش نشسته، نمایندگان الله هم رو زمین آدم میکشن، مال مردم میخورن، دزدی میکنن، فحشا میکنن، به زن مردم تجاوز میکنن. نه، نمایندگان الله. الله هم رو عرش نشسته، از این کارا خوشش میاد، کیف میکنه. الان هم برای اینکه خونریزی کمه و الله ناراحته، اون فواره خون رو براش درست کردن. الله زیرزمینی کاری به کار کسی نداره، مردم کار به کارش دارن، میدن نامه مینزن، هر جا چاپ پیدا میکنن نامه مینزن توش. با یه بانوی تلفن میکرد، روز دوشنبه یا سه شنبه بود باهاش صحبت میکردم، گفت من اون وقتا که برنامه شما رو نشیده بودم رفتم سر چای امام زمان جمع کردم و اونجا یواشکی کاغذ خودم رو انداختم، کاغذ ننوشتم، از اونجا نخریدم، نام 200 تومن 500 تومن چقدر. گفتم تقلب کردی، امام زمان خوشش نمیاد، نمیخونه. یزدان که گرما و خرد داشتی، کجا این سر انجام بد داشتی. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای تنوع برنامه شعری که سالها پیش از خورسندی شنیده بودم دوستی برام فرستاده، اسمش هم نوشته بود، نمیدونم میخواد رو ار بگم یا نه، ولی سعی میکنم تا اجازه نداشته باشم نگم. شعری هست عرفانی به نام بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح حال اشتیاق. آقای خورسندی به پیشواز این شعر رفته و گفته بگذر از نی من حکایت میکنم، و از جدایی ها شکایت میکنم. ناله های نی از آن نیزن است، ناله های من همه مال من است. شرح شرح سینه میخواهی اگر، من خودم دارم مرو جای دگر. این منم که رشته هایم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. پناهنده ها، این درد دل پناهنده است، پناهنده ها اینو بهتر متوجه میشن. چند ساعت ساعتم افتاد عقب، پاک قاطی شد سحر با نیمه شب. یک شبه انگار بگرفتم مرض، صبح فردایش زبانم شد عوض. آن سلام نازنینم شد هلو، آن سلام نازنینم شد هلو، وان که گندم کاشتم روید جو. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، فوت یعنی پا، هد یعنی سر. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، آب من واتر شد و نانم برد. وای من حتی پنیرم چیز شد، از تو هستم ناگهانی ایز شد. من که با آن لهجه و آن فارسی آنچنان خو کرده بودم سادسی،
من که بودم اون همه حاضر جواب، من که بودم نکته ها را فوت آب، من که با شیرین زبانی های خیش کار خود را در کار خود در هر کجا بردم به پیش، آخر عمری چو تفتی تازه سال از سخن افتاده بودم لال لال. کم کمک گاهی هلا گاهی پلیز، نطق کردم خرده خرده ریز ریز، در گرامر همچنان سردرگمم مثل شاگرد کلاس دومم. گاه گود مورنینگ من جای سلام از سحر تا نیمه شب دارد دوام. با در همسایه هنگام سخن لرزه می افتد به سر تا پای من، می کنم با یک دوتن اهل محل گاه گاهی یک هلوی رد بدل، یا گاه گاهی یک هلو رد و بدل. گر هوا خوب است یا اینکه بد است، گفتگو در بارش 100% است. تو انگلیس چون هوا خیلی مسئله است همیشه، تا یه خورده آفتاب در میاد میگه lovely weather، نه سالها اونجا زندگی کردن، it's good weather، oh sun is there، از این حرفا میگن. این که اونی داره توضیح میده کسانی که تو انگلیس زندگی نمی کنن، اونجا حرف هواست. جز هوا هر گفتگوی نابجاست، این جماعت حرفشان روی هواست. بگذر از نی من حکایت می کنم، و از جدائی ها شکایت می کنم. نی کجا این نکته ها آموخته، نی کجا داند نیستان سوخته. نی کجا از فتنه های غرب و شرق، داغ بر دل دارد و تیشه به فرق. بشنو از من بهترین راوی منم، راست خواهی هم نی و هم نیزنم. سوختند آنها نیستان مرا، زیر رو کردند ایران مرا. کاش میماندم در آن مهنت سرا، تا بسوزانند در آتش مرا. تا بسوزانندم و خاکسترم، در هم آمیزد به خاک کشورم. دیدی آخر هرچه رشتم هم بشد، جمعه هایم ناگهان یک شم بشد. که از درد دلای قشنگ از شعرهاییست که نمی میره و زنده خواهد بود. با شما دیروز در مورد اینکه من کار شماها کاری ندارم، این حرفایی که تو قرآن میخونم با عقل، با منطق، با شعور، با علم قرن 21 جور در نمیاد. هر چقدر میخوای وصلش بکن، هر چقدر میخوای معجزه توش بچپون، هر کاری میخوای بکنی بکن، قرآنی که شب دنبال روز میدوه، نمیدونم عرشش اونجاست، فرشش اونجاست، آسمونش کلید داره، در داره، اینا بعد تو بیبرو بگو این آسمون در کلید چی گفته، نمره 19 توشه. اصل قضیه، یه شعر قشنگی داریم، میگه خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. با بزک چیزی درست نمیشه، کس نتواند گرفت دامن دولت به زور. کوشش بیفایده است وسمه بر ابروی کور، وسمه چشم قوی میکنه اما چشم کور رو کاریش نمیکنه. حالا 10 سال دیگه با این ترفندهای جدید ادامه بدید، بعدش چی؟ مردم بیدار میشن، مردم آگاه میشن. الان یک چیزی به دستم رسیده از مجتهد شبستری. مجتهد شبستری پیامبر اسلام را تمسخر کرد. در آستانه سال روز رحلت رسول خدا این سخنرانی ایراد شد. حتاکی های بیشرمانه سخنران جلسات
اصلاح طلبان به ساحت پیامبر اسلام. خبرگزاری فارس، یادت که از خود حکومت دارم میگیرم میدم، گفت مجتهد شبستری با جسارت به ساحت پیامبر اعظم، قرآن کریم و اسلام عصمت پیامبر را به تمسخر گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمد مجتهد شبستری در سخنانی در دانشگاه صنعتی اصفهان در تناقضی آشکار با آیات صریح قرآن در تشکیک عصمت رسول خدا مدعی راه یافتن اوهام و تردید و حتی ارتکاب گناه و عصیان از سوی ایشان شد. اگر قرآن و کلام خدا بدونی، خدا، الله، اونی که تو عرش 6 روز کارش کرد بعد رفت عرش رو درست کرد تو عرش نشست، خودش آیه داره میگه ای محمد من گناهان تو رو بخشیدم. من معصوم کسیه که گناه نکرده باشه. تو تعصب داری هرچی تو میگی. و گفت پیامبر وظیفه‌شان فقط دعوت مردم به سمت خدا بوده. خود پیامبرم همینه گفته، خدا هم همینه به پیامبر گفته، و در همین وظیفه خود عصمت داشتند و هیچگاه از این وظیفه غافل نشدند. اما از نظر انجام گناهان نمیتوان عصمت برایشان در نظر گرفت. یعنی معصوم نیست. حرفی که چند روز پیش راجع به علی زدم، 10,000 تا آدم نکشته، یه دونه کشته، معصوم نیست. حالا تو بگو در راه خدا کشته، آدم کش معصوم نیست. این مدعی روشنفکری در ادامه سخن آن خود که با واکنش برخی از دانشجویان نیز همراه بود، پا را از این فراتر نهاده، مدعی وجود نقص در قرآن، اسلام و پیامبر شده و ادعیه امامان در عرض نیاز به درگاه الهی که به اعتقاد عرفا آموزش شیوه دعا و مناجات به بندگان می باشد، کدوم عرفا را معید سخنان خود قرار داد و گفت این نشان می دهد که در خلوت خود دچار گناهان بسیاری شده اند. سخنران جلسات اصلاح طلبان در ادامه سلسله جسارت های خود به ساحت رسول خدا و امامان معصوم با ایراد اتهام دروغ پردازی به ایشان در استغاثه به درگاه الهی اظهار داشت. حالت دیگری را میتوان فرض کرد که این عبادات دروغین و برای متمایل کردن افکار عمومی به خود بوده است، یا از خدا میخواهند که خدایا مرا بهتر از آنچه که مردم تصور میکنند قرار ده. یعنی این که بعضی آنها را نور میدانند تصوری مبالغه آمیز است. داره یواش یواش از سروش به مجتهد شبستری منتقل میشه. این روشن فکر مدعی اصلاحات، اینا رو دشمن دربارش نوشته، همچنان بدون اشاره به موج روزافزون رجوع بشریت به دین، ادعای خودساختی کاهش انتظار بشر از دین را موجب تحول در دین دانست. این درست فهمیده. روز دوشنبه شب CNN تیتر اولشو گذاشته بود که کمتر مردمی به دین و به مخزن شد کریستیانیتی، به عیسویت توجه دارن، در مقابل 300 میلیون جمعیت مثلا 20 میلیون میرن کلیسا، نه 280 میلیون. مردم دارن روشن میشن. تئوری پرداز مدعی اصلاح طلبی ضمن ارائه تعریفی کاملا اومانیستی با حذف عنصر الهی بودن دین تأکید کرد دین که میگویند از نزد خدا آمده چیزی نیست به جز شیوه سلوک انسانها در راه معنویت و از خود انسان شروع میشود و نقش خدا در دین فقط در حد ارشاد برای بهتر سیر کردن این مسیر است.
این میخواد شمشیر رو از دست خدا بگیره. خدا بدون شمشیر، امروز بدون با شمشیر کاری نمیتونه بکنه. هیچ دینی امروز با شمشیر رو نمیتونه بکنه. تو سرش میزنن، میکننش توی چاه. شمشیر مال 1400 سال پیش بود. شبستری همچنان با نفی علم پیامبر و امامان، با انکار احادیث متقن در اثبات این حقایق خاطر نشان کرده. ما فقط میگوییم اگر ایشان علم به شیمی و فیزیک داشته، پس چرا اثر و کتابی در این راستا از خود به جا نگذاشته است؟ اگر علم کل بوده، فیزیک و شیمی را باید میدونسته. یه چیزی باید یه جا باشه ما ببینیم. این مدعی روشنفکری با نادیده انگاشتن تمامی علوم منبعث از تعالیم قرآنی، من قرآن دارم براتون میخونم، علماشم میبینید، علم بچگونه است و وحیانی. وحیانی یعنی مقدس، یعنی از اون بالا افتاده پایین. گفت من که تا به حال برداشت علمی از قرآن ندیدم، حقیقت گفته. اگر شما دیده اید به ما نشان بدهید. نه، ما نشون نمیدیم، ما گردنتو میزنیم. ما منطق نداریم که الله به ما شمشیر داده گفته قولو لا اله الا الله، گردنشو بزن، پولاشم ورده بیا 20%شو بده به ما. وی در ادامه با تمسخر اعتقادات دینی دانشجویان معترض نیز تأکید کرد به این خانم و حاضرانی که هم فکر ایشان هستن توصیه میکنم دست از تقلید کورکورانه از صحبتها و اعتقادات دیگران بردارند. گفتنیز چندی پیش نیز آقا جری، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با تکرار ادعاهای واهی سالهای گذشته خیش اسلام را معید بردهداری دانسته بود. 100%. آیه قرآن دستور بردهداری رو داده. یکی میخواد خودش رو بزنه خریت، بگه نه نداده، خب بزن به خریت. وی که در سال 81 تقلید را به عمل میمون تشبیه کرده بود، اینم به همون خانمه همینه گفت، تقلید کورکورانه همون عمل میمونه، هیچی دیگه نیست. و به ساحت ائمه اطهار، ساحت ندارن، یه مش آدم بیکاره مفخور بودن، فقط علی جنگید، حسین هم عوضی حساب کرد رفت کشتنش، بقیهشون ساحتی ندارن، نشستن مردم بهشون پول دادن خوردن، همشون هم وضعشون خوب بوده، تریلیاردر بودن. ائمه اطهار کاری واسه ما نکردن. او یارو شریعتی که میگفت فاطمه فاطمه، از فاطمه 9 سالش بود رفت خونه علی، علی گردن کلفت قول پیکر، 18 سالش هم بود مرد، 3 تا بچه زایید، دوتاش موند یکیش مرد. فاطمه فاطمه، از فاطمه چیکار کرده غیر از این که من نمیدارم چیکار کرده فاطمه، اصلا هیچ صحبتی ازش نی. تنها حرکتی که فاطمه کرده وقتی پدرش مرد رب به ابوبکر گفت چرا باغ فدک رو گرفتی؟ ابوبکر گفت پیغمبران گفتن از ما ارث به کسی نمیرسه. تموم شد. بعدم نصف شب علی برد چالش کرد که نفهمن چی کشتنش. وی که در سال اینو خوندم براتون، به ساحت ائمه اطهار نیز جسارت‌های روایی داشته بود. در سخنان تازه خود در منزل عبدالله نوری به امام راحل، یعنی امام ره خمینی گجستک، نظام اسلامی و ولایت فقیه حتاکی کرده بود. سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران نیز در سخنان دیگر در منزل نوری با دفاع از سخنان آقا جری پیشبینی کرده بود که در آستانه انتخابات سخنان خوشمزه اصلاح طلبان آغاز خواهد شد. وی از این رو توصیه کرده بود
که همگان بیشتر این سخنان را بشنوند. منم هر جا به دستم برسه میام براتون میخونم. برای اینکه اگر یک آخوند درست بشه این خیلی مهمه و بیاد بتونه راحت حرفشو بزنه. حالا بعد آقا جری که بلای سرش اومد، سر این یارو، من نمیدونم این مجتهد شبستری آیت الله است، حجت الاسلام، هیچ کاره است، ولی به هر صورت حرفاش درسته. در امروز که پنجشنبه است، یه چند تا اطلاعاتی برای شما آوردم. این آقا میگه من پسر شهید جنگی هستم. با سلام خدمت آقای فاضلی، پدر من در جنگ شهید شده. من فرزند شهید هستم. مردم ایران فکر میکنن که تمام بودجه مملکت به این قشر داده میشود و به مابقی مردم ستم میشود و حقوق آنها به ایثارگران داده میشود. ولی چنین طرز تفکری درست نیست، زیرا همین ایثارگران چوب این ملایان را خورده و عده‌ای جانباز و علیل هستند و عده‌ای از فرزندان شهید اعتیاد گریبانگیر آنها شده و مادران آنها در سخت‌ترین شرایط روحی و جسمی به سر می‌برند. ناگفته نماند گول خمینی رو خوردن شهید شدن. عزیز من، این تقلید کورکورانه همینه، خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. مگه تو گوسفندی؟ مگه تو میمونی که باید یکی تقلید کنی؟ مگه خودت شعور نداری؟ مگه عقل نداری؟ و مادران ده. البته ناگفته نماند که عده‌ای هم جیب خود را پر کرده، به قول امروزی ها خودشان را بستند و اندازه بزبز قندی ریش گذاشتند. عده‌ای هم برای تجارت به جبهه رفتند که شهید شدند. عده‌ای هم زنده مانده و به کشور بازگشته و همکار اکبر دزده شدند. تو پرانتز نوشته محسن رضایی. و عده‌ای هم از فرصت استفاده کرده، زنان شهیدان را تصاحب کرده و حتی شوهران آنها را شهید کردند که نمونه زنده آن کروبی است. عده‌ای همچون مادر من به تربیت فرزندان یتیم خود پرداخته، در مقابل تهمت‌ها و دسیسه‌های دیگران کمر خم نکرده و نمی‌کند. مردم همه غمگین هستند، افسرده و اغلب عصبی هستند. هیچ تفریحی ندارند. آیا رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی می‌کند؟ نه. ولی تا تو وقتی که گوسفندی بایستی چوپان داشته باشی. یه مسئله کردی میگه وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد. وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد. شماها دندوناتون ریخته؟ شماها از ترس مرگ همه دارید خودکشی میکنید. با این تفاوت که میگه، حالا بذارید دوباره براتون بخونم، میگه رفتار اینا با این ملایان با ما رفتار چوپان با گله خود تفاوت با گله خود تفاوتی میکند. رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی میکند. بله، تفاوت این است که گوسفندان چه نر و چه ماده کنار هم هستند، ولی اینان زن و مردا را از هم جدا می کنند که صدمه جبران ناپذیری به جوانان این کشور زدند و آنها را منزوی و افسرده کردند. البته به قول شاعر، زین کاروان سرا بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این جور شعرها و این نیز بگذرد شماها را به بدبختی می کشونه. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. تا وقتی مظلوم نباشه ظالمی وجود نداره. اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست. اشک کباب با
باعث طغیان آتش است. لعنت بر خمینی مزدور که کشور ما را نابود کرد و امید آزادی ایران به دست خودشان نه به دست امام خران. البته منظورشون از امام خران چیز دیگه ایه که من نمیگم، من شخص توهین نمی کنم. دوست دیگه ای اینا رو میگردم جالبه رو پیدا میکنم میام برات بخونم. میگه و نکته ای که بسیار جالب است خواستم شما هم بدانید این که فرمودید بالاخره یکی از همین چهارشنبه سوری ها تکلیف حکومت اسلامی معلوم میشود. من ناگهان نظرم به این نکته رسید، بالاخره آتش باید نجات دهنده ایرانیان باشد. البته شاید فکر کنید من خرافه میگویم، ولی اگر خوب دقت کنیم میبینیم که ما از اول طرفدار آتش بوده ایم و به ما آتش پرست میگفتند، به غلط میگفتند. و درست است که مدتهای مدیدی است آتش را به کنار گذاشته ایم. یک ثانیه بدون آتش نمیتونی زندگی کنی. آتشکده های ما خاموش شده. دنیا درست میگی. آتشکده های قلبمون هم خاموش شده. ولی همین آتش در روز چهارشنبه سوری ما را از شر این رژیم خلاص میکند. امیدوارم تا آن موقع تفکرات ما هم عوض شده باشد و از پوسیدگی و جاهلیت عرب بیرون اومده باشی. آتش شما را خلاص نمیکنه. شما خودتو چهارشنبه سوری باید خلاص کنی. آتش انگیزه است. آتش چیزیه که حکومت دینی ازش می ترسه. حکومت دینی در مقابل آتش نمیتونه مقاومت کنه. آتش چهارشنبه سوری میدونی برای چی؟ برای اینکه سنت ملی ماست. علت این که من گروه نادرشاه بزرگ رو به شما معرفی کردم و حرفاشو گفتم و گفتم سر ساعت 5 هر کسی میتونه تقاطع سبلان و مدنی، همین با حافظم دارم میگم، برید اونجا برای تماشا برید، برای نگاه کردن برید. اگر دیدید اونا حرکت قشنگی دارن میکنند کمکشون کنید، اگر دیدید کاری نمیکنند قدم بزنید برگردید. اما برید. شما نمیدونید وقتی یک دسته‌ای هم فکر هستن چه انرژی اونجا درست میشه. اگر 50 تا 100 هزار نفر برید اونجا کار غیر از این اتفاقات میفته که شما فکر میکنید. اما اگه باز دوتا برید همه تونو میگیرن میکنن تو هلفتونی. اما 100 هزار نفر رو نمیتونن بکنن تو هلفتونی. جا ندارن. کسی جرأت نمیکنه جلوی 100 هزار نفر بیاد. مگه توی یه دونه تفنگ چند تا فشنگ داره؟ کدوم آدمی میدونه میتونه با یه دونه چوب جلوی یه گروه وایسه؟ کی جرأت میکنه دست به اسلحه بکنه؟ در حالی که نمیدونه تو دست این آدم ها این وقت چیه؟ من نمیدونم اینا رو. امیدوارم اگه این چهارشنبه سوری نمیشه چهارشنبه سوری آتیه بشه. یک رهبری میخواد، یه سازمان میخواد. این 2-3 هزار نفر میگن ما میکنیم این کارو. من یه دونشون رو باهاش در تماسم. من رهبر گروه نیستم، من این گروه رو نمیشناسم. از حرفایی که میزنم اگه همین حرفا رو بیان بگن که بیان 100 هزار نفر یه جا جمع بشین، هر کسی به من گفته باشه میگم برین جمع بشید. برید 100 هزار نفر جمع بشید. چون 3-4 روز من یه دفعه من ایمیل فرستادن که اون ایمیلمون هک شد. دیگه به اون ایمیل نفرستید. اون ایمیل قدیمی هک شد. حالا من نمیدونم این حرفاییست که به من گفتن، منم به شما میگم. ایمیل بعدی هست iranmehr@yahoo.com. باز اینم فردا ممکنه هک بشه. اگر اینقدر شلوول کارشون، هر کسی میتونه، هر هکری میتونه هکش کنه. چون کسی که ایمیل رو وا میکنه باید بدونه چجوری ایمیل وا کنه و الا هک میشه.
نمیدونم چقدر اینا رو میدونن، من نمیدونم چقدر رهبری میدونن، نمیدونم چقدر این سازمان یافته هستن. ببخشید اگه یه وقتایی یه لغت میاد تو دهنم، 40 سال 41 سال خارج از کشور زندگی کردم و با همه این مردم اینجا من مجبورم انگلیسی حرف بزنم و بعد بیام برای شما مثل خیابون اسمال بزاز فارسی حرف بزنم. یه خود سخت منو گاهی اوقات که این اشتباه ها میشه ببخشید. میگه آقای فاضلی عزیز سوال دیگری داشتم، این خیلی جالبه برای همه، این کاری به چهارشنبه سوری نداره. امیدوارم سوال خنددار یا بچگانه ای نباشد، اگر امکان داشت مرا راهنمایی کنید. از اینکه من هر وقت مشکلی پیدا میکردم حلش برام سخت بود یا طاقت فرسا بود یا آرزویی داشتم که رسیدن به آن مشکل بود، در خلوت خدا را صدا میزدم، از او کمک میخواستم، بعضی وقتها هم آویزان امامان بودم. اما از وقتی برنامه شما آمد و کتاب خواندم و آگاه شدم، این کارها را کنار گذاشتم. نمیدانم خلع یا فقدان خواسته ها و آرزوهایم را به چه چیزی پر کنم. این مسئله اولا مرا خیلی زجر میداد، بعدها کم کم فهمیدم کسی نیست که من اینها را از او بخواهم و خودم باید تلاش کنم و انسان باشم. اما هنوز که هنوزه با این موضوع دست به گریبانم. بعضی وقتها در خلوت خودم نه از الله بلکه از خدای ایران کمک میخواهم. اونجا کسی بهت کمک نمیکنه، خودتی، الله خودتی، خدای ایران خودتی، خدای یهوه خودتی، همش خودتی. اون چیزی که میگی تو مغزت مجسم کن این چجور چیزیه، اگه تونستی پیداش کنی. آیا کار اشتباهی میکنم؟ جوابتو دادم. چه باید بکنم که این عادت را فراموش کنم؟ چون از بچگی به ما یاد دادند دعا کنید، یا هنوز بعضی وقتا قسم که میخورم بعد میگم ای بابا باز من دوباره به حسین حسن قسم خوردم. خلاصه حسابی قاطی کردم، لطفا مرا راهنمایی کنید. آیا چگونه حداقل میتوانم بدون خدا به آرزوهایم ادامه دهم؟ با اینکه میدانم نیست، آیا میتوانم از نظام طبیعت بخواهم و خواسته هایم را با او عنوان کنم تا دلگرمی بیشتری داشته باشم؟ نه عزیزم، نه عزیزم، الان بهت میگم چی کار کن. فکر کن شما مثلا 10 سال با ماشین دنده‌ای رانندگی کردی، این دنده پایین بودی، یا 10 سال با ماشین دنده‌ای رانندگی کردی، این دنده اینجا بوده. حالا اومدی سوار ماشین اتوماتیک شدی، ناخودآگاه دستت میره واسه دنده، پات میره واسه کلاج. اگه دنده اینجا بوده دستت میاد اینجا، این دنده نیست اما دستت میاد. عادت خلق ثانی افراده، عادت کرده بودی. این حالتی که الان داری حالت کاملا طبیعیه. ببین از زندان آزاد شدن چیز خوبیه دیگه. بارها و بارها اگر زندانی رو میشناسی، روزی که میخواد بیاد دست میندازه گردن همه ماچ میکنه، همه گریه میکنن، چه این که آزاد شده چه اون که آزاد نشده. از زندان آزاد شده میخواد بره بیرون گریه میکنه، دلش کنده میشه. میدونی چرا؟ عادت کرده. تو از زندان اومدی بیرون اما هنوز عادت نداری به هوای راحت و آزاد، هنوز عادت نداری که نباید از لولو خورخوره من بترسم، الله منو میبره سیخ تو ماتحتم میکنه. وقتی هم چیزی رو میخوای اراده کن. ماه اکتبر 2006
من رفتم پیش دکتر. وقتی مریض شده بودم اینا، این دکتر یه دکتر معمولی نبود، رئیس قسمت خونشناسی سیتی آف هوب. سیتی آف هوب یه بیمارستانی اینجا که فکر کنید به زبون فارسی 50 هکتار زمین این بیمارستان از دانشگاه تهران بزرگتره. این آقا رئیس بخش خونشناسی که یکی از بهترینش در همون سیتی آف هوپه. سیتی آف هوپ یعنی شهر امید. نشست با من صحبت کرد، گفت تو مرضت اینه اینه اینه، این گرفتاری ها رو داری، اگه اینجوری بشه 3 ماه دیگه میمیری، اگه اینجوری بشه 6 ماه دیگه میمیری. اسمش بود آقای دکتر، اسم کوچکش یادم رفته، اسم دومش بود پابلو، نه پابلو پارکر. این آقا وقتی اینا رو به من گفت، گفتم که من فکر میکنم شما یه خورده زودتر هم من بمیری. ندیده بود آدم اینجوری، مریض اینجوری. حالا من رو صندلی چرخدار بردن اونجاها، من حرکت نمیتونستم بکنم، تمام خونم رفته بود، اما مغزم کار میکرد. نه با خدا کار داشتم، نه با امام حسین، نه با امام علی، با هیچ کدوم، با خودم کار داشتم. گفتم تو شما زودتر از من میمیری. گفت وات؟ گفتم من گفتم شما زودتر از من میمیری. گفت منظوره چیه؟ گفتم تو منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم میدونی تو مغز من چیه؟ گفت نه، من تجربه خودم میگم. گفتم من ماشینم، اگه هر کی بتونه مرگ کسی پیش بینی کنه، خب منم مرگ تو رو پیش بینی میکنم. 1 ساعت و نیم با این ور رفتم، آخرش گفت معذرت میخوام. گفتم تو به من کاری نکردی، اما تو این حرفو به هر مریضی بزنی جابجا کشتیش. برای اینکه میگه خب دکتر به این گندگی به من میگه میمیری، خب من حتما میمیرم. این فکر و خیاله، این خدا تو خیال توه، الله تو خیال توه، خدای ایران تو خیال توه. خدا چیزیست که بشر ضعیف بود، نمیدونست چیکار کنه، درستش کرد، بهش آویزون شد. یه عده اومدن دیدن از این را میشه پول در آورد، در آوردن. یه دیدن راه خوبیه، این راه ادامه دادن. موسی که امروز زندگی زنده نیست که یهودی ها برن دنبالش، ربای و خاخامه که موسی را تبلیغ میکنه، مولوی و آخونده که محمد را تبلیغ میکنه، کشیشه که عیسی را تبلیغ میکنه. نه تو عیسی را دیدی، نه موسی را، نه محمد را. استفاده داره براشون، این خدا رو قلمبه میکنن، میزنن تو مغز تو از بچگی. طول میکشه، زمان میبره. شما فکر نکن یک شبه همه کار رو میتونی بکنی. من حرفی که به دکتر زدم درست گفتم. از اون تاریخ تا حالا نزدیک 3 سال میگذره. من درست یادم 2 سال خورده‌ای داره میگذره از اون تاریخ، نزدیک 3 ساله. حالا هم خیال مردن ندارم، به کوری چشم تمام کسانی که نمیتونن منو ببینن. ببین عزیزم، همه چی خودتی، همه چی خودتی، خودتو باور کن، همه چی تو وجودته. اگر دنبال خدا میگردی،
میخوای از خدا کمک بگیری، برو جلو آینه ازش بگیر، چون با مرگ هر آدمی خدای اون آدم میمیره. به خودت اطمینان داشته باش، احتیاج به چیزی نداری، کوشش، یه قدم جلوتر، حتما کارت انجام میدی، حتما به آرزوات میرسی. یک خبر کشوری میخوام براتون بخونم، این دیگه ربطی به چیزا نداره، این خبری است که دو تا خبر واسهتون آوردم، جالبه. نمیدونم 5 دقیقه وقت دارم، سعی میکنم این دوتا رو. میگه مصرف الکل در ایران، پیر و جوان مست میکنند اما مست در خیابان دیده نمیشود. سردار روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، سن مشروبخواری به 15-16 سال رسیده است. مبارک است انشاءالله. سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا، در سال 1385 بیش از 4 میلیون لیتر مشروب الکلی کشف شده. هفته نامه سلامت، الکل سفید بدون نسخه پزشک به چند برابر قیمت در داروخانه ها فروخته می شود. مشروبات دستساز با درجه الکلی بیش از 90% که به عرق سگی معروف شده، همچنان پرفروشترین مشروب الکلی ایران است. 20 شرکت تولید کننده الکل اتیلیکی که با ظرفیت اسمی 16,281,000 لیتر در ایران الکل سفید تولید میکنند، حاضر نیستند تولید واقعی خود را اعلام کنند. سایت خبری الف میگه متوسط سن مصرف الکل در ایران به 20 سال رسیده. این عقبه، مال پارسال میگه. و هیچ رابطه‌ای میان سطح سواد، مصرف یا عدم مصرف الکل وجود ندارد. 47.6% از دانشجویان زیاد و یا خیلی زیاد مشروب الکلی مصرف میکنند. در محافل خانوادگی، دوستانه و مراسم مختلف مانند برخی جشن‌ها و مهمانی‌های خانوادگی، حتی نوجوانان در حضور بزرگان خانواده مشروب مصرف می‌کنند. این حکومت محمدیه، حکومت علیه، اولین حکومت الله در روی زمینه. جلو الکل گرفته جون مادر فلان فلان شدهش. شبه تورم 52% بر فراز ایران در پرواز است. میدونید که رایانه ها برداشته شد، کمک دولت برداشته شد. 48 ساعت پیش از رای گیری روز گذشته، این تاریخش مثل این که مال قبله، چون اینا همه تموم شد، در مجلس و کنار گذاشته شدن نقدی شدن یارانه ها، شماری از استادان اقتصاد در جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌ای هشدارآمیز نسبت به تصویب نقدی شدن یارانه ها و درخواست از مجلس برای رأی ندادن به آن نوشته بودند. رأی دادن، تمام شد. BBC هم خبرش پخش کرد. افزایش یکباره مواد سوختی مغایر منافع و کوتاه مدت و بلند مدت مردم ایران است. روستاییان و فقرای شهری بیش از بقیه از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. در لایحه بودجه پیش بینی شده که یارانه مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز و برق در سال آینده حذف می شود و این مواد به قیمت‌های بین‌المللی در بازار داخل به مشتریان عرضه می‌شود، چون در فلسطین و لبنان نمی‌تونن اینا پول نفرسن، اونجا پولا رو باید بفرسن، بیمارستان بسازن، بچه‌هاشون مدرسه برن. گور پدر مردم ایران، الله گفته. در این صورت بنزین و گازوئیل و گاز و برق چند برابر می‌شود. برای نمونه صورت بنزین و گازوئیل، برای نمونه قیمت هر لیتر بنزین از 100 تومان به 350 تومان،
حلید گازوئیل از حدود 16 تومان به 100 تومان خواهد رسید. در بودجه سال آینده درآمد ناشی از افزایش قیمت مواد سوختی 20 هزار میلیارد تومان یعنی 20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که 8500 میلیارد تومان یعنی 8.5 میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه خواهد شد و بقیه نیز به صورت نقدی بین خانوارهای کم درآمد و بخش تولید توزیع خواهد شد. دروغ میگن، اونم به چیپ میزنن، خرج چیز میکنن، خرج تبلیغات رئیس جمهوری میکنن. این لایحه مصداق بارز سیاست شوک درمانی است که در دهه های 80 و 90 میلادی در برخی کشورها به اجرا درآمد. نتیجه آن تورم بیمهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش‌های اجتماعی بود. با این تصویب این لایحه تورم در ایران که همکنون 26 درصد است، این احتمال وجود دارد که دو برابر شود، یعنی 52 درصد. برید پولاتون رو ارز خارجی بخرید که اگر ارزش پول افتاد شما ضرر نکنید. یه مرتبه ساعت من تموم شد. دوستان عزیز، باز من در آخر برنامه‌ام تکرار میکنم، کتاب بخرید، روی سایت هست کتاب‌های شجاع الدین شفا، کتاب‌های آقای مسعود انصاری، آقای علی میرفتروس. من دکتراشو دیگه میذارم کنار، اینا هم دکتر انصاری دکتره، هم دکتر میرفتروس دکتره، هم شجاع الدین شفا، و کتاب‌های مهدی شمشیری. واقعا جواهره کتابای مهدی شمشیری، 13 کتاب. شاید فردا روز جمعه یه مقداری راجع به کتابا صحبت بکنم، چون همه به من میگن، چون من به همه وقتی تلفن میکنن میگن من ما کمک میکنیم اینا، میگن چرا نمیگیم و یادمون میره. محروم نمیشه، من همیشه پول خرج کن بودم، روم نمیشه به کسی بگم، ولی این برنامه مربوط به من نیست، مربوط به شماست و مربوط به هموطنان شما توی ایران در نسل‌های آینده. این خردورزی رو، نهالش و من شما با هم بکاریم، اونها بهرش رو ببرن. تا فردا صبح خرد، نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.